متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. 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 خیلی متشکرم. مرسی. مرسی. خیلی ممنونم. مرسی از لطفتون. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین و مرسی که در کنار ما هستین. درباره تفاوت‌های نسل جدید و قدیم می‌خوایم حرف بزنیم که حرفای زیادی مطرح شده. به نظر من اصلی‌ترین تفاوت برمیگرده به میزان پرسشگری دو نسل. ماها زیاد نسل پرسشگری نبودیم. هر قصه مزخرفی که برامون تعریف می‌کردن می‌پذیرفتیم. چند وقت پیش داشتم برای یک بچه 4 ساله قصه کدو قلقل زن رو میگفتم. رسید به اونجایی که پیرزنه میخواست از خونه دخترش برگرده خونه خودش. رفت تو کدو تنبل به دخترش گفت یه هول به من بده قل بخورم برم. بچه برگشت گفت اه نمیشه که. گفتم چرا نمیشه؟ گفت آخه از خونه خودش قل خورده اومده اینجا، یا باید اومدنه سرپایینی می بوده یا سر برگشتنه. گفتم خب اینو ولش کن، بذار قصه حسن کچل رو برات بگم. رسیدم به اونجایی که مادرش داشت سیب می چید تو حیاط که حسن بره دنبال سیبا از خونه بره بیرون. دوباره بچه گفت نمیشه که. گفتم دیگه چرا؟ گفت مگه مادره نمی خواد پسر تنبلش بره بیرون از خونه پول در بیاره؟ گفتم چرا. گفت خب اینجوری روزی 30,000 تومان که پول سیب میده ماهش میشه نزدیک 1,000,000 خورده‌ای، با هزینه خورد و خوراک و رفت آمدش که کل حقوقش میره همون خونه بخوابه. بچه های امروز پرسشگرن، نمیشه گولشون زد. بچه میگه بابا چرا صدا میاد؟ باباش میگه چون جنگه. میگه کی با کی میجنگه؟ پدره میگه پاکستان و کویت مثلا. میگه خب ما که افغانستانیم، چرا اینجا میجنگن؟ باباه میگه چون هر کدوم یه مقدار به سمت هم پیشروی کردن رسیدن اینجا. میگه خب چرا ما رو میکشن؟ مگه جای همدیگر رو بلد نیستن؟ خلاصه هر جا یک چیزی رو نمیدونستین به بچه بگید نمیدونم. هر چی بیشتر سر و کله بزنین بیشتر گرفتار میشین. نظرات شما رو بخونیم. خب به نقدای تند و تیزت ادامه بده، حرف دل ما رو میزنی. چشم. تو رو خدا یه کوسن بذارید پشت مهمونا، من خیلی اینجوری معذبم. آقای فراستی، با گفتگو با مدیری نظرم نسبت به شما عوض شد. چقدر با فراستی، انقدر توی ایران ویروس کرونا رو آزاد گذاشتن خود ویروس شک کرده نکنه توطئه‌ای در کاره. مدیری خودتو دعوت کن ببینیم از کجا شروع کردی. اصلا دست کرونا رو گرفتم آوردمش تو خونه، نشستم دارم باهاش حرف میزنم و متقاعدش میکنم یکم اون بشینه تو خونه ما بریم بیرون. اون که تو صفحه میومد همش فوش میداد کجا رفته؟ نیست. راست میگه. مدیری تو برنامه پیش موهاتو زده بودی، چجوری یه شبه در اومد؟ راست میگه. چون برنامه ها قاطی پاتی پخش میشه، یه شب موام بلند یه شب کوتاست، میگه چجوری یه شبه در اومد. بله عرض کنم که کلن پرسشگری ویژگی مثبت و مهمیه، ولی همه جا کاربرد نداره. یه سری کارها رو فقط انجام میدیم چون دوست داریم که انجام بدیم، هیچ منطقی هم توش نیست. مثلا چرا میریم ملاقات بیماری که تو کماست؟ من یکی دو بار رفتم دیدم خب اصلا خوشحال نمیشه چون تو کماست.
ممکنه بعضی ها بگن که میریم به اطرافیانش آرامش میدیم. بله خیلی هم کار خوبیه. آناناس دیگه چرا میبرین با خودتون؟ اطرافیانش شدن 200 کیلو. بس که شیرینی بردین. پدر رفته بود تو کما، اینقدر آناناس بردن. 6 ماه بعد پدر از کما اومد بیرون، پسرش از دیابت مرد. یا مثلا چرا خانم ها همیشه به صمیمی ترین دوست شوهرشون مشکوکن؟ جواب اینم کسی نمیدونه. حالا آقاه پارک دوبلش میشه دو فرمون، خانومه میگه این همیشه با یه فرمون پارک میکرد. معلومه که با مخش چیکار کردن. دیدین همتون، رئیس شرکت که زنگ میزنه به آقا، خانومه اصلا شک نمیکنه، میره جاهای دیگه دنبال کارهای خودش. ولی دوست صمیمیه که زنگ میزنه، میره در کمد، یواش میاد به کنارش، این لباسا رو شروع میکنه تا کردن. بره تو پارکینگ حرف بزنه، میگه یه سری چیزا آوردم بذارم انباری. میره پشت بوم خرپشته حرف بزنه، میاد میگه که واسه آنتن اومدم، شبکه 4مون موج داره. خلاصه زنها و مردها هیچ وقت سر دوست صمیمی با هم توافق نداشتن. مثل قضیه لباس میمونه. آقایون شلوار بیرونشون زمستون به زمستون عوض میشه، اونم به شرطی که تازه یه ماشین رد بشی گل و شل بپاشه بهش. خانوما تو خونه با یه لباس میرن تو آشپزخونه، با یه لباس دیگه میان بیرون. من نمیدونم اینا تو کابینت هم جاساز دارن. برای هر حرکتی لباس عوض میشه. اخیراً دیدم یه مغازه‌ای زده بود لباس سرماخوردگی زنانه رسید. پرسیدم ببخشید این چیه؟ گفتن این آسترش دستمال کاغذیه، مورد استفاده داره. یه خانم، یا آقا شما بیاین، خانم شما بیاین، بفرمایید. شغل شما خانم؟ حسابدار هستم. حسابدارین شما؟ آزاد. آزاد چی؟ برشکار استیل. استیل، برشکار استیل. کار سختی دارین دیگه. نه کار بله. سختیه. کرونا رو استیل 60 روز میمونم. 60 روز رو بله. استیل میمونه کرونا و شما برشکار استیلین؟ بله. خب سوال آقای مدیری پرتاب نمیشه جان؟ پرتاب نمیشه. پرتاب نمیشه. نه همین دوره برای حالا محض اطمینان. کتاب بیشعوری اثر کیه؟ خانومم خوندن، اگه بذارید بپرسم. نه خودت بگو کتاب. خب ایشون میخونه کتابا رو، بعد به من یه توضیح خیلی مختصر مفید میده. کتاب کوری خانم. آسون بپرسید. آسون بپرسم؟ چرا راجبه چیزا میپرسید؟ نقصا همیشه میپرسید آقای مدیری. کوری. راجبه چیا؟ کوری و بیشعوری و اینجور چیزا. یه چیز داشته باشه اینجور. چش. نام دیگر دیوان شمس. مثنوی معنوی شامل چند دفتره؟ هفت. هفت؟ نمیدونم. هفت رو از کجا آوردی؟ همینجوری گفت. 6 دفتر. 6. پایتخت مالزی. نرفتم. نام قدیم اتیوپی. آقای مدیر آخه معلوم پایتخت مالزی به چه دردم میخوره؟ به چه دردت میخوره؟ مثلا شما میدونی الان مثلا نیتروژن چند تا اتم داره؟ 17 تا. اکسیژن. مهمترین نمادهای تهران چی هن؟ برج میلاده. خب بعد یکی دیگه هم هست. یکی دیگه. نه نمادهای تهران دوتا. نماد تهران میشه برج آزادی. برج آزادی. اولین پایتخت ایران شیراز. شیراز. حکمتانه. حکمت. نخستین پادشاه مادها. هیچ اصلا خوش شد. داشتید آقای مدیری این چه سوالی؟ آهنگساز فیلم از کرخه تا راین.
خب بگید بریم بشینیم آقای مدیری. برید بشینید. خیلی ممنون. خانم بهتر بودن؟ دست بالا. آقا بهتر بودن؟ چیش بهتر بود؟ من اینو بدونم. من نمیدونم چیش بهتر. من به هر حال به رأی شما احترام میذارم. میکروفونو لطفا بذارید اینجا. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. اسپری دارید؟ من خودم. بله بله من درست میکنم. بذارید یه خاموش کنم. نه چقدر حرف میزنه. یه دونه از اونا وردارین. بله بله بفرمایید شما. بفرمایید. خیلی ممنون. یکی از خوانندگان با سابقه و عزیزمون امشب کنار ما هستند که دو تا ترک برای ما میخوانند. حتما ایشان رو خیلی دوست دارید، با صداش خاطره ها داریم. جناب آقای قاسم افشار. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین که امروز کنار ما هستید، به ما انرژی میدید. یه گپ کوچولو با هم بزنیم. یه دو تا سوال من بپرسم. بفرمایید. خیلی ممنون که
دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. آقا سوالم اینه که 30 و چند ساله که مشغول به این کاری و کجایین؟ چرا نیستین؟ چرا کمکارین؟ هستیم. من اولی عرض سلام خواهش میکنم بفرمایید. همه بینندگان خوب برنامه دور همی و همچنین خدمت شما خدمتون عرض بکنم که بخشیش خواسته بود بخشیش ناخواسته بود متاسفانه، و شرایط موسیقی به نقطه رسید که اذیت زیاد شدیم و مواقعی که خواستیم کار بکنیم نشد متاسفانه، و این اتفاقات خیلی اتفاقات در واقع زیادی بود که این نبود که من بکشم از عرصه موسیقی کنار، من مثلا عشقم موسیقی و بچگی دوست داشتم، اما تو یه حدی شما میتونی بیای و مبارزه بکنی، بعد یه جایی دیگه کم بیاری یه خود عقب میکشی یه قوایی جمع بکنی و... چون شما خیلی صدای پرقدرت و زیبایی دارین، تکنیک خوبی دارین و خب یه سالهای خیلی مردم همچنان هم صدای شما رو دوست می‌دارن، و یه کوتاه برامون بگید که این چه اتفاقی افتاده، این چیزایی که میگین منظورتون. ببینید خب ماها جزو در واقع سال دهه 70 75 6 جزو شروع کننده های موسیقی پاپ بودیم با یه سری دوستان دیگه که اونها هم خب به صورت فکر می‌کنم که همزبان من باشه. بله ما با تمام سختی‌ها کار شروع کردیم، یا در واقع میگن تو که پیکان. آره ما جاده رو صاف کردیم، اینکه جاده رو صاف کردیم و هموار کردیم بدهی و طلبی نداریم از مردم که اصلا. بله ولی از این مسئولینی که اون موقع اومدن احساس کردن که اون بستر موسیقی فراهمه و ما رو آوردن و حالا خیلی انگام به همون چسبوندن زدن، ما همه اینا پذیرفتیم گذروندیم. روزگار شما خودتون توی سینما تئاتر کار کردین، قطعا با سختی وارد این کار شدید. میدونید که واقعا خوانندگی چیزی نیست که شما یک شبه بیای خواننده بشی. اون موقع اینجوری نبود. ما تمام این در واقع فراز و نشیب رو طی کردیم به امیدی که موسیقی جایگاه خیلی خوبی پیدا میکنه. بله ما زمانی که شروع کردیم صدا مهم بود، الان سر و صدا مهمه. یعنی الان صدا زیاد مهم نیست، فکر میکنم اولویت دهم و بیستم باشه. خیلی چیزا در واقع هست. حتی من مخالفه با موسیقی که الان کار میشه اصلا نیستم. من همیشه میگم ما تو در کشور هستیم که گرامر کلاممون خیلی فاخره، شعرهای خیلی خوبی داریم، استناد میکنیم به در واقع شعرهایی که داشتیم، و باید کاری که میکنیم خود هدفمند باشه. منتها الان دیگه موسیقی فاخر فکر میکنم زیاد جواب دیگه نمیده به این صورت، و ما هم خب نسبت به 3-4 سال خودم کشیدم کنار، یعنی وحشتناک بود فرم کار، ولی بعد اومدیم بیاندیم به چقدر سخته. یعنی با اینکه هستم دوستانی که دور برم که لطف کنن به من اینها، ولی از من راسخ کردم که شروع کنم دوباره مجدد. چقدر خوب. و به دوستان هم نصف هم گفتم بابا این موسیقی قهر نداره، فوتبالیست که نیست قهر بکنه، صدا آخرین چیزی که به این میره. درست. بیاید وایستید کار بکنید، نه اینکه جای کسی رو بگیریم، لااقل بلکه بتونیم کمکی بشیم که یه خورده موسیقی از این حال و روزه. خیلی تصمیم خوبیه. به هر حال جای صدای شما خالیه در موسیقی امروز، و امیدوارم که برنامه‌ای به زودی زود با هم بشینیم به عنوان مهمان، گپ مفصل بزنیم و کارهای جدید شما رو بشنویم و درد دل‌های شما رو. امروز فقط خواستیم که، یعنی خواهش ما این بود که در کنار ما باشین و به ما انرژی بدین تا یه برنامه مفصل گفتگو کنیم با هم. یه ترک دیگه هم برامون خواهید داشت. من دوباره از شما دعوت خواهم کرد. خیلی ممنونم. متشکرم. بعضی وقتا نمیپرسیم چرا، چون جوابمون رو میدونیم. مثلا شما در شرکت بیمه بپرسید چرا، میگن چون تو پوشش بیمتون نیست. نمیدونم، شاید من خیلی بدشانسم. آرزو به دلم موند یه بار یه اتفاقی بیفته که تو پوشش بیمم باشه. دیگه این سری آخر گفتم آه کاملترین پوشش رو برام بزنید.
گفت حتی روبوده شدن توسط فضایی ها. گفتم بله اونم بزنید. الان اگر فضایی ها منو بدزدن پول خوبی به بستگانم میرسه. البته اگر بتونم که ثابت کنم فضایی ها منو دزدیدن. بعد چجوری میشه ثابت کرد؟ مگر که مثلا یه تیکه از لباسم گیر کنه تو که برج میلاد مثلا. یه مدل بیمه هم هست که تمام بیماری های جهان رو شامل میشه. چند وقت پیش رفتم اونم گرفتم و به این ترتیب بعد کرونا متولد شد. گفتن که نه نه نه، کرونا بیماری جدیده، اگه بخواین باید جدا حساب کنین. الان اکثر شرکت های بیمه زدن تو بیمه کرونا، اونم باز پوشش های متفاوت داره. در پوشش کامل به محض اینکه ویروس وارد بدن بشه بیمه هزینه ها رو تقبل میکنه. بعد از اون یه مینی پوشش دارن، یعنی بیمه از لحظه ای هزینه ها رو میده که ویروس در ریه مستقر بشه. یه پوشش حد اقلی هم هست که قیمتش خیلی مناسبه، ولی فقط هزینه اون چند تا شوک قبل از وفات رو تقبل میکنه، مال اونجاست. اخیراً یه پیامکی برام اومد، نوشته بود کاملترین بیمه سلامت زیر نظر شرکت خودروسازان مثلا فلان. بیمه سلامت، بعد زیر پوشش اون شرکت. اونا قبلا فقط با محصولاتشون سلامتی ما رو تهدید میکردن، الان هم با محصولاتشون این کارو میکنن، هم با قیمتاشون. بله، مهمان داریم. چه مهمان عزیزی. اخیرا در سریال نونخه بازی بسیار خوبی از ایشون دیدین و ایشون رو بازیشون رو دوست میداشتین. سرکار خانم هدیه بازوند. خیلی خوش آمدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید. سلام مجدد خدمت شما. متشکرم. سلام عرض ادب خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز. خیلی ممنون که آمدین. و خیلی مردم بازی شما رو، اولا سریال نونخه رو خیلی دوست داشتن. کار سعید آقاخانی عزیز و بازی شما هم یکی از بازی‌های خوب این سریال بود. یکم برامون بگید که از کی اصلا وارد این کار شدین به طور غیر حرفه‌ای و بعد به طور حرفه‌ای؟ حدود 3 ساله که شروع کردم. یعنی از بعد به ورودم به این دنیای بازیگری و اینا، کلاسای آقای تاروخو رفتم. بله. دوره کاملشون رو گذروندم، بی نظیرن واقعا آقای تاروخ. بله. و پسرشون نیما تاروخ. بله. آره. یعنی در واقع اولین استاد من نیما تاروخ بود. دوره کلاس های آقای تاروخ فکر کنم حدود 6 ماهه. 9 ماهه. 9 ماهه. بله. یک سال تحصیلیه. بله. بعد از اون رفتم مؤسسه نقش اول، اونجا ورکشاپ های مختلف رفتم. آقای سیروس الوند بزرگوار، آقای بهرنگ توفیقی، و در این بین ورکشاپ های کوتاه هم میرفتم. بله. تا اینکه از طرف مؤسسه معرفی شدم به سریال نونخه، رفتم. آها. تست دادم. بله. و آقای تنوبند، مصطفی تنوبند از من تست گرفتن. هم پس تست بازیگری هم دادیم. بله، بله. اینجا ما تست داریم که میدونید. بله، بله. حالا بهش میرسیم. آره. به طرز وحشتناکی شکمو هن. و یک چیز حیرت انگیز دارن، اینکه اگر گوشت در خورش نباشه گریه میکنن. نه شوخی نمیکنم، گریه میکنن. یعنی یه گوشه میشینن هار هار گریه میکنن. در سریال نونخه سرکار خانم سپاه منصور که چقدر درجه یکن و امیدوارم مهمان ما در دور همی باشن، گوشتای خورشتشون رو میدادن به ایشون. بفرمی. بله، من این اتفاق ناگوار از بچگی بر من افتاد. داشتین؟ آره.
نمیدونم، همیشه هم برنامه ریزی میکنم برای گوشتای خورشتم، مثلا تا قاشق آخر باید یه جوری تقسیم میکنی که تا آخر. آره و خیلی ناراحت میشم اگه گوشتش کم باشه. فقط تو خورش اینجوریه یا کلن گوشت؟ نه کبابی نه اصلا. نه نه فقط آره. فقط گوشت خورشت. و اینکه مثلا خانم سپاه منصور که میگین یه وقتایی سر نهار اون سر میز نشسته بودن، بعد این در خورشت رو که باز میکردن گوشتا رو اول جدا میکردن، گفتن اینو بدین به روژان، بعد دست به دست این گوشته میچرخید میرسید. آره قد کرمشون مردم باز. آره برام خیلی هم عالی. و شکمو این اصولا؟ بله. از بچگی اینجوری بودین؟ بله بچگی اول ابتدایی پفک دزدیدین تو کلاس؟ کلاس اول ابتدایی فکر کنید یه دوم یه بچه انقدی پفک دوستاشون رو دزدیدن و یک سال تمام بهشون میگفتن دزد کلاس. آره. چه ماهی هستین؟ مرداد. چه سالی؟ 66. میشه چند سال؟ 39 سال؟ 30. 66 میشه 30 سال؟ الان 96ایم؟ نه دو دیگه. میشه 33. هنوز نشده. حالا آره حالا همون 32 33. بسیار هم خوب. و مردادیا چه خصوصیاتی داره؟ مردادیا تعریف از خود میشه، ولی کلا آره شاید خیلی از خصوصیات خوبو من نداشته باشم. ولی مردادیا معمولا مهربانن، دوستای وفاداریان و خوبن به نظرم. دیگه یه عزیزی جایی گفته بود آدما دو دستن، یا مردادیان یا دوست دارن مردادی باشن. متوجه. آره فروتن هم هستن اینجوری که معلوم. خیلی. اولین تجربه تصویریتون که نونخه نبود؟ نه. یه ژانر کودک بود؟ بله یه ژانر فیلم کودک سینمایی بود. نمایش خانگی هشتگ هالسوسکه بود. آها. که نقشم کمرنگ بود اونجا. چه نقشی داشتی؟ موش. موش؟ آره آقای امیر حسین رستمی موش اصلی بود و ما موش بند بودیم، یعنی گروه موسیقی. آره من موشای فرعی زدم. آره موشای فرعی بودیم. خب و بچه ها تو خیابون میشناسنت؟ والا آره خیلی، با اینکه کم بودم آره. پیش اومده بود، خیلی برام پیش اومد که منو میشناختن. و بعد از نونخه احتمالاً خیلی دیده شدین و اتفاقات خوب براتون افتاد. گفتین که 3 ساله که وارد این حرفه شدین. بله. یعنی تا سن 30 سالگی علاقه داشتین، موقعیتش پیش نمی اومد یا اصلا در فکرتون نبود؟ بله جناب مدیری، من اصالتا کردم اما بندر عباس به دنیا اومدم. آها. اونجا بزرگ شدم. آها. خب شرایط اونجا، خب ما کارگردان تئاتر خیلی خوبی داریم اونجا، ولی شرایط اونجا مثل تهران نیست. بله. شرایط کلاس‌های بله. بازیگری و باید می اومدم تهران. خب من سنم پایین بود، خانواده اجازه نمیدادن و اینکه یا دکتر یا مهندس، بعد پزشکی هم بندر عباس اون موقع نبود پس باید مهندس میشدم. معماری خوندین؟ بله معماری خوندم. بعد از تموم شدن درسم خیلی اصرار کردم به خانواده، واقعا دیدن که از ذهن من نمیره. آها. و میگم این 3 سالی که من شروع کردم شاید بدون اغراق ببگم شاید به اندازه 10 سال دویدم. خیلی تلاش کردم چون به من گفته بودن که بازیگری یا باید آشنا داشته باشی که معرفیت کنه یا باید پول داشته باشی. معتقدین که اینجوریه؟ والا من اینطوری انقدر که به من میگفتن گفتم حتما اینطوریه. بعد هی کلاس میرفتم گفتم خدای اتفاقی نمیفته. اما یه چیز خیلی جالب هم به خودم ثابت شد، هم با دیدن این برنامه بس. دوستانی که دوست دارن دنبال این کار هستن ثابت شد که واقعا میشه. اگه آدم از حرکت نایسته بدوه دنبالش واقعا میشه. و برای من به نظرم شد و قشنگم اتفاق افتاد. رشته خودتون رو نمیخواین ادامه بدین؟ در واقع منظورم کاره. کار بله، من 2 برادر دارم که مهندس عمران هستن و یه شرکت داریم بندر عباس، شرکت ساختمانی. خانواده بندر عباس؟ بله. خیلی خوب.
و اصالتاً کرمانشاهی هستین. گفتید که در بندر عباس به دنیا آمدید. زبان کردی حرف میزنین؟ زبان کردی که فارسی کرمانشاهی رو خیلی خوب بلدم، اما متاسفانه کردی و خیلی کم متوجه میشم، ولی توی صحبتم عربی چطور؟ عربیم خیلی خوبه. خوبه؟ آره عربیم. برای اینکه مردم متوجه تفاوت زبان کردی و کرمانشاهی بشن، مثلا یه جمله رو اگه بخواین با هر دوی اینها بگین چجوری میشه گفت؟ چه نوایی داره؟ ببینید کردی یک زبانه، ولی اون شکلی که ما توی نونخه صحبت میکردیم لهجه بود. یک لهجه کرمانشاهی بود. یعنی یک کردی که زبانش کردیه و میخواد که فارسی صحبت کنه. آره اون لهجه رو میتونه. ولی خب خیلی کاملا بدون لهجه حرف میزنین و خب این به خاطر کار بازیگری شما اینو تربیتش کردین یا همینجوری بودین همیشه؟ نه خب هیچ وقت توی خونه کردی صحبت نکردیم. البته که من آقای مدیری زبان اولم عربی بود، به خاطر اینکه من مادر بزرگم عرب بود. مادر پدرم. بعدم بندر عباس زندگی میکردیم، تأثیر داشتیم. آره و من تا وقتی که مثلا نزدیک به رفتن مدرسم بود فارسی صحبت کردن و یاد گرفتم. فهمیدم. آره. آدم جدی هستیم؟ جدی مسائل جدی رو جدی میگیرم، ولی کلن نه. آدم شوخ‌طبعی هست؟ بله. بله. آدم سختی هستیم؟ از چه لحاظ سخت؟ از چه لحاظ؟ آره. میگن بعضی آدم های سختی هن. سخت میپذیرن یا خیلی خیلی خط قرمز های عجیب غریب دارن یا آدم سخت؟ نه خط قرمز های عجیب غریبی ندارم، یعنی که خارج از عرف باشه. آه. چیزی که عرفش باشه، یعنی یک خط ثابتی که همه قبولش داشته باشن، خودم قبولش داشته باشم، خانوادم قبولش داشته باشن. آدم متمرکزی هستین یا حواس پرت؟ خیلی متمرکز و ناخودآگاهه. متمرکزین که مدام گم میشین؟ مسیرها رو گم میکنین؟ نصف زندگیتون دنبال آدرس گشتین؟ نه آقای مدیر، میدونید من موقعی که اومدم تهران و کلاسای بازیگری، تهران یک شهر خیلی بزرگ و عجیبی بود برای من. مسافرت اومده بودم، خیلی جاها مسافرت رفتم، اما قرار بود که بمونم و من هیچی بلد نبودم. من مترو رو بلد نبودم، ما بندر عباس مترو نداشتیم. خیلی برام سخت بود یهو یک شهر بزرگ شلوغ درندش. آره. البته این ایراد نیست، من نصف زندگیم دنبال آدرس گشتم، گفتم تو برنامه من اصلا جهت و مسیر نمیدونم. آره من یعنی یه جوری بود که یه جوری گم میکردم، میرفتم دم کلاس تاروخ، چون اونو سیف کرده بودم توی مسیر یا به موبایلم، میرفتم اونجا، از اونجا میرفتم. نه یعنی از سر کوچه که بیاید سر کوچه‌تون میاد بیرون گم میشین؟ از سر کوچه که بیام بیرون خب باید اینوری برم، مثلا بعضی وقتا مستقیم برم. آره یه وقتی در سریال نونخه اومدن برن سر صحنه ساعت 12 شب گم شدن، وحشتناک. بعد رفتن به دو تا پسر بچه رسیدن، گفتن اینجا کجا فیلم برداری میکنن؟ در این حد دیگه من نیستم، من یه ذره بهترم. و آخه برف بود آقای، من برف ندیده بودم واقعا، راه رفتن روی برف و بلد نبودم. راست میگه. آره یعنی بندر عباس هیچ وقت برف... برف نداریم، ما بارون داریم. چه عجیب. آره بعد بچه ها با من بودن، یک برفی بود که من یک متر جلو سرم رو نمیدیدم. بعد به بچه ها گفتم شما برید معطل نشید، من سخت راه میرم. سرم رو گرفتم بالا، دیدم هیچکی نیست. بعد ای از این ور از اون ور، بعد صد تا پله روستای کیگا امامزاده داوود، همینجوری رفتم و برف بود و شب بود و موبایل آنتن نمیداد که من زنگ بزنم بگم گم شدم. دو تا پسر بچه رو دیدم، تا دیدمشون ترسیدم، گفتم بابامو ندیدین؟ بعد گفتن بابا تو کی هستی؟ گفتم اینجا کجاست، فیلم برداری کجاست؟ نمیدونستم چی بگم. بابامو ندیدین؟ آره بعد مثلا میخواستم بهشون بفهمونم که من تنها نیستم، من مثلا دنبال یعنی یه نفر بابام هست. یه جمله دفاعی میگن. آره آره همه حساب کارشون رو بکنن. خیلی خوب. میدونید پدرتون اومدن تهران و الان اینجان، یعنی نترسین از چیزی، حد حضور دارن. میخوام که نترسین. فکرم خواهی سپرایز کاش بودن.
و از سیاست میدونم که چیزی نمیدونید. واقعا دوست نمیدونم. ندارید. واقعا رئیس جمهور کشورمون کیه الان؟ نه اونو در این حد میدونم. رئیس مجلس؟ رئیس مجلس رئیس صدا و سیما بودن قبلا. درست؟ وزیر صنعت و معدن؟ نه در این حد نمیدونم. خیلی هم عالی. خب علاقه ندارین دیگه، چه اشکالی داره؟ آقای مدیری بلدش نیستم. میفهمم. آره میفهمم. بگید که بعد از سریال نونخه چه پیشنهادی داشتین؟ بله نونخه دو من واقعا فکر نمی کردم اینقدر بازخورد زیاد باشه. اینقدر یا مثلا بیدار می شدم می دیدم عکسای من توی پیجای مختلف، برام یک دنیای عجیبی بود. آره. میگم سه سال دویدم که به این نقطه برسم، ولی وقتی رسیدم ترسیدم، خیلی ترسیدم، یه ترس و واهمه از این حجم از توجه. دنبالش بودم، دنبال این حجم از توجه بودم. آره وقتی آدم واقعی باش مواجه میشه بله، یه فرق. بله خیلی ترسیدم، دیدم عده زیادی دارن قضاوتت میکنن، عده زیادی دوست دارن، عده زیادی بعدشون میاد اصلا. میدونین یک دنیای عجیبی بود برام. چجوریه این دنیا رو دوست دارین؟ این شکل جدید از زندگی رو؟ این شکل جدید به نظرم یک مدیریت خیلی قوی و تمام تلاش من اینه که با مدیریت برم جلو. چجوری مدیریتش میکنی؟ یعنی اینکه خیلی به نظرم آدم باید محتاط تر بشه، مواظب اون کلمه به کلمه صحبت ها باشه. من هیچ جایی مصاحبه نکردم غیر از نونخه یکی تموم شد، یک بیوگرافی از خودم دادم، برنامه دعوت شدم زیاد نرفتم، فقط و فقط به این دلیل که نکنه من حرفی بزنم جمله من بد برداشت بشه. خیلی آدم باید احتیاط کنه. شهرت به شهرت رسیدن میتونه در عرض یک 24 ساعت باشه. یعنی امروز شما ضبط میکنید، فردا شب میرید رو آنتن و همه ایران میشناسنتون، اما مدیریت و ادامهش خیلی سخته. خیلی سخته. ازدواج خیر نکردین، چی شد؟ زلزله رو دیدین چقدر بد بود؟ خیلی خیلی. آره. چند ریشتر بود؟ 5 خورده‌ای بود. 5 خورده‌ای؟ آره. آره آره خیلی مردم ترسیدن و چی شد؟ آره واقعا آره. سخت بود. سخت. چرا ازدواج نکردین؟ من نرفتم بیرون از خونه. آره زدم شبکه خبر. چون خیلی ها رو میشناسم که همون شبی که رفتن بیرون ازدواج کردن. آره ولی چی شد که، یعنی چی نشد در واقع، چی نشده که ازدواج نکردین؟ آره نمیدونم، من زیاد راجع به زندگی خصوصی مثلا صحبت نمی کنم اصلا جایی و اینا. الان خودمونیم البته. بله آره. که همه بچه ها محرم و درجه یک و خودی هن. ولی زندگی خصوصی وقتی بود که ازدواج کرده بودین من میگفتم چی شد اینا، میگفتید من نمیخوام راجع به زندگی. الان که هیچ اتفاق نیفتاده دیگه زندگی خصوصی نمیشه. خب فرصتش باید نشده باید پیش بیاد. آخه خیلی ها رو این صندلی نشستن و بعدش فرصتش پیش اومده. پس امیدوارین که فرصتش پیش بیاد بعد از این برنامه. ده کلا خارج از شوخی، یک اتفاقی که به نظر من همه اتفاقا به وقتش ساعتش میفته. این که گفتم آدم سختی هستین، یکیش اینه. در این زمین آدم سختی هستین؟ بله بله بله. و میدونم که خیلی خانواده براتون مهمه، اولین چیزیه که بله، دارید. بله. حتی قبل از هر چیزی. چقدر خوب، چقدر خوب. اذیتتون نمی کنم، فقط میگم چرا ازدواج نکردی؟ نه یه جور دیگه بگم، ملاکاتون چیه؟ ملاکام قد بلند و ماشین فلا اینا نیست. آره اونا نیست. نمیدونم واقعا. شعور خوبه؟ قطعا. درک ده قطعا. اینکه آدم خوبی باشه، آدم خوبی باشه، آدم حتما باشه. اینا چی از اینا بهتر؟
در کنار اینا آره ماشین داشته باشه، قد بلند داشته باشه، باشه اونا هم باشه دیگه. حالا چرا که بی از هیچیه. آره دیگه بهتر از هیچیه که. چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر بگین. تو همین چند سالی که کار کردین تا اینجای کار راضی هستین از کاری که کردین؟ بله. اگر برگردین عقب چیزی رو تغییر میدین؟ خیلی عقب میگم، از مثلا 13 سالگی. خیر. مثلا رشته‌ای که خوندین، مسیری که اومدین، کارهایی که کردین؟ نه؟ نه نه. شاید اینو کوتاه پاسخ دادین ولی کامل‌ترش رو بگین. از شهرتی که الان دارین لذت میبرین؟ خب ببینید، خیلی لذت بخش هست وقتی اظهار لطف مردم رو میبینم، ولی بیشتر میترسم آقای مدیری. بیشتر میترسم و یه جاهایی دلم شکسته به خاطر اینکه یک آدمایی مثلا سراغم اومدن، حالمو پرسیدن که سالها بود از من بیخبر بودن. یعنی فکر میکنید به یه دلیلی حالا اومدن سراغ شما؟ قطعاً قطعاً. حتی مثلا بخوام بگن که ما یه زمانی هم کلاسش بودیم، خیلی از مثلا کسایی که دوستشون داشتم توی مقطع زمانی مثلا خب دوستای خوبی بودیم برای هم، یهو مثلا تلفن جواب ندادن، رفتن پی زندگیشون و الان پیداشون شد، دلم میشکنه. میفهمم. آره. من چند تا کار تلویزیونی کردم سال 68 69 70 اینا، حالا جز تئاتر و رادیو و غیره. 72 اولین کاری بود که من از نوروز 72 از در خونه اومدم بیرون و کلن دیدم زندگی یه شکل دیگه شد و خیلی عجیبه این حس. و با اون حجم، یعنی سال 72 من اصلا دیگه دیدم نمیشه، اصلا شکل زندگی تغییر کرد. بعد لباسامو، بعد لباس خوشگل میخریدم، عینک دودی میزدم دوتا روهم، فهم که مثلا بیشتر منو نمیشناسن. بعد اصلا شکل زندگی عوض شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هرچی هم بیشتر جلوتر میرین عجیبتر میشه، هم بیشتر خوبیهاش خیلی زیادتر میشه، هم سختیهاش خیلی بیشتر میشه. تا به حال به کسی حسادت کردین؟ خیر. خیر. کتاب میدونم زیاد میخونین. بله، من معمولا کاری نداشته باشم، سر کار نباشم، توی خونم چقدر؟ و کتاب میخونم. چیزی دارید برای ما معرفی کنین؟ حالا هنوز خیلی ها در قرنطینه. کتاب محبوب یا فیلم محبوبتون؟ کتاب، من قلم آقای محمود دولت‌آبادی رو خیلی دوست دارم. و جای خالی سلوج، کلیدر، اینا رو خیلی دوست دارم و به دوستان همیشه سفارش میدم. عرض کنم که فیلم خوبی دارید که معرفی کنید، پیشنهاد بدین از فیلم‌های محبوب. فیلم‌های محبوبتون چیه؟ من بیشتر فیلم‌های ایرانی رو می‌بینم. بیشتر خارجی هم می‌بینم ولی بیشتر ایرانی نگاه می‌کنم. فیلم بدم نگاه می‌کنم. به توصیه یکی از استادام گفت فیلم بدم ببین چرا بده. ادب از که آموختی از بی‌ادبانه. آره. آره. و موسیقی چه جور موسیقی رو دوست داری؟ گوش میدم، خواننده‌های جدید رو دوست دارم، خواننده مورد علاقه هم دارم، هنوز کنسرتشون نرفتم ولی دوست دارم که یه روزی دعوت بشم. بگی کی؟ آره. خواهش میکنم، هر موقع بگید من میام. من؟ کنسرتش برم. آه قربونت میبرم. خیلی من خیلی ممنون. خیلی ممنونم. با افتخار، با افتخار افتخار میدین که تشریف بیارین. مرسی. باعث افتخار من. بابر انتقاد پذیرین؟ بله. و حفظ حریم شخصیتون خیلی مهمه؟ بله. فضای مجازی، اهل فضای مجازی هستی؟ فضای مجازی، آقای مدیری، تو این چند وقت اخیر بعد از پخش سریال یه مقداری منو اذیت کرد. اون قضاوت ها، مثلا آدم نشسته گوشه خونه داره نون و ماستشو میخوره، یهو نگاه میکنه میبینه او چقدر حرف، چقدر قضاوت. ببینید چقدر عجیبه فضای مجازی. دلیل مسموم بودنش اینه دیگه، به خاطر اینکه شما تا حالا گفتگو نکردین راجب زندگی شما، راجب شخصیت شما، هیچ کس هیچی نمیدونه. شاید این برنامه خیلی مثلا کمک کنه به شناسوندن شما.
خب بعد چیو قضاوت کردن آدما؟ اصلا چیو؟ یعنی شگفت انگیزه دیگه. مگه میشه تو یه کسی رو نشناسی و هیچی ازش ندونی بعد مثلا توهین کنی، بعد مثلا نظر بدی؟ اینه که یه جور مریضیه. یعنی آدمایی که این کارو میکنن واقعا هر چه سریعتر باید به پزشک مراجعه کنن. پس خیلی جالبه آقای مدیری، ممکنه همه ما یک حرفی رو بزنیم، یک زخمی رو بزنیم بر دل کسی، یه روزی پشیمون میشیم و میریم عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، من یه روزی قضاوت. و اون آدما چه جوری میخوان از ما عذرخواهی کنن؟ چه جوری ما رو پیدا میکنن؟ یعنی دوست ندارن یه روزی تو زندگیشون دوست ندارن بخشیده بشن. به نظرم اصلا براشون مهم نیست، میدونید؟ آره. چون کسی که خیلی فکر نمیکنه و توهین میکنه به آدمهای دیگه و آدمهای دیگه رو قضاوت میکنه اساسا آدم متعادلی نیست. آره. در نتیجه اون بخشش هم براشون مهم نیست. چند تا کلمه میگم حستون رو بگید. کرمانشاه، شهر عشق، واقعا پشت صحنه، شاد، شلوغ، دروغ، بده، خیلی، تلویزیون خوبه. یه توضیح. بله بله. آره. خب من با تلویزیون دیده شدم و به نظرم همیشه باید این گوشه ذهنم باشه که مدیونم به تلویزیون. درست. فضای مجازی، بیرحم، با این چیزی بیرحم. که گفتید واقعا بیرحم. بیرحم. بله. خانم سپاه منصور، مادر عزیزم. آره آره، واقعا دوست داشتنیان. امیدوارم اصلا خانم فریده، خانم سپاه منصور، افتخار بدین مهمان دور همی باشید. و عشق ناب، یه روز رفتن کارواش. خودتون میخواین بگین یا من بگم؟ خواهش میکنم بفرم. نه اتفاق خاصی نیفتاد. اسم ماشین رو میتونم بگم؟ اسم نه، یه ماشینی. آره، دو تا ماشین که هم رنگ بودن. من داداشم ماشینش رو داد و از من خواهش کرد که برو تحویل بگیر و دیر وقت بود، یعنی زور بود، میخواستن تعطیل کنن. من رفتم نشستم و دیدم این ریموت استارت نمیزنه. بعد رفتم و گفتم این ریموت من نیست و به من ریموت دادن و نشستم و رفتم. داداشم به من زنگ زد، منو بیچاره کردی. چی کار کردی؟ دو تا ماشین هم رنگ بودن. ولی اصلا که هیچ ربطی به هم ندارن. آره اصلا ربطی به هم ندارن، ولی هم رنگ بودن و من سوار شده بودم و دیدم سواریش بهتر بود اصلا. ما میگن فرمودید اتفاق مهمی نیفتاد. یه ماشین دیگه مثلا، حالا مثلا میگم پراید، بعد موقعیش بعد شستشو مثلا پژو تحویلشون دادن، بعد نگفتن ماشین من این نیست عوض کنید، گفتن سوئیچ من این نیست، به این نمیخوره. اون سوئیچ رو اونا عوض کردن، ایشون با پژو رفته. بکنین اونا آیا مقصر نبودن؟ چرا؟ آره. چرا اونا مقصر بودن؟ آره. بعد حواسشون رو جمع میکردن. آره. آره. درسته. بس. تنبیهشون نکردن اونا رو؟ نه. فرمودید آدم خیلی متمرکزی هستین. ما هم از آدرس اینو فهمیدیم، هم از کارواش. نه آقای مدیری، این متمرکز بودنم ناخودآگاهه. الان با شما صحبت میکنم، اون طرف مثلا جوابیشو میدم، میگم آره اونو اینجوری کنم. به صورت ناخودآگاه بعد همینجوری هم متوجه میشم مثلا دو نفر اینجا راجع به من حرف میزنن، چشمکی میزنن، یواشکی. کاملا یعنی به صورت ناخودآگاه دارم. خطرناکه بس. آره یعنی آدمای دیگه باید حواسشون باشه. آره. که شما این حسو دارید. خودم هم بده یه وقتایی، خب مثلا نمیتونم بگم. آره دیگه. آره. سخت میشه. آره سخت. برای شما سخت میشه. مجبور بشین از کسی تعریف کنین، تعریف میکنین؟ مجبور بشم؟ من معمولا تعریف میکنم. آها، قابل تعریف نباشه. آره. به خاطر حالا موقعیتی یا چیزی یا نه، من سکوت رو ترجیح میدم. تعریف نمیکنم. دروغ مصلحت آمیز میگین؟
گفتین تا حالا؟ دروغ چون خیلی تلخه، دروغ شنیدم، خیلی دروغ شنیدم و میدونم تلخیش چقدر بده، نمیگم. گفتید دروغ چیز تلخیه و دروغ زیاد شنیدین، کسانی که بهتون دروغ گفتن یا میگن به روشون میارین؟ خیلی ها رو میفهمم که دارن به من دروغ میگن، همون لحظه متوجه میشم یا روم نمیشه به روشون بیارم یا مثلا میگم خب خیلی خجالت میکشه الان بهش بگم. نه نمیگم. آره نمیگم. برنامه تون برای آینده چی؟ برنامه هم والا یک کوه که من دارم به این پایین ها هنوز به دامنش نرسیدم و الان البته که اینم بگم خیلی سخت، شما قله موفقیت هستین، روبروی شما نشستم و من دارم سعی میکنم که برم بالا. این ماجرا همینجوری بازیگریه یا مثلا از این میخواید برسید به نوشتن، به ساختن اینها؟ نه ایدئال اون بازیگری هست. بله ایدئال هم بازیگری. و چقدر براش تمرین میکنید برای بازیگری؟ تمرین والا یک اتفاقی توی ذهن من افتاده، اینم نتیجهش اون درس هایی که گرفتم از اساتید بزرگم، اینه که هر اتفاقی که برات میفته ذخیرش کن توی صندوقچه خاطراتت که اون لحظه ریاکشن چی بوده. یه وقتا یه اتفاقات تلخی میفته، بعد من همون لحظه به صورت کاملا ناخودآگاه میگم خب الان این اینجوریه، مثلا دارم گریه میکنم میگم یادم باشه یه همچین اتفاقی یه همچین گریه ای میخواد، بعد یه به خودم میام میگم ای بابا مثلا بذار گریه هم بکنم، بذار این اتفاقه رو بگذرونم. همیشه تو ذهنم هست که ولی احساس میکنم بیشتر باید. این که میگم تمرین برای اینکه یک مسئله هست، من همیشه به حالا کسانی که با هم کار میکنیم یا اطرافیان میگم که آدم ها دیگه از یه جایی معتقدن اصلا به تمرین نیاز ندارن. یعنی میگن که خب من که بیانم خوبه، من که کارم رو دارم، من که همینجوری پیشنهاد دارم پشت هم و خوبه دیگه، همه چی همین خوبه دیگه. و من همیشه میگم بازیگری مثل سازه، یعنی شما اگر نوازنده بسیار خوبی هم نباشید، مثلا دو هفته ساز نزنید اصلا انگشتا دیگه کار دیگه میکنن، خراب میشه. و این تمرین مداوم که بازیگران بزرگ دنیا بعد از 50 سال کار و با اون درجه و اشلی که هستن هنوز روزی 3-4 ساعت تمرین بازیگری میکنن، کتاب میخونن، فیلم میبینن، موسیقی های خاص گوش میدن. برای این عرض کردم. بله یک دریاست دیگه. بله. هر چقدر که پیش بره هنوز هی بدیات بگیره. و درست. آقای مدیر من میتونم چیز بگم؟ حتما. بله, بله. همیشه به این فکر میکنم چرا شما یک ورکشاپ بازیگری به نظرم اتفاق بی نظیریه. مرسی. مرسی. من حالا که گفتید بگم، من بزرگترین آرزوی زندگیم اینه که مثلا از یک سال دیگه فکر میکنم یک مجموعه بزرگ، یعنی شاید شکل دانشگاه تأسیس کنم که رشته های مختلف حالا بازیگری کارگردانی که همه اساتید خوب در واقع درس بدن و خودم هم یک گوشه ایش بتونم کمک کنم، چون خیلی این نیازه برای نسل بعد و نسل های بعد. که یعنی ما تنها کاری که هممون تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در واقع آموخته هامون رو در اختیار بذاریم تا بتونیم کمکی کرده باشیم، چیزی از خودمون به یادگار بذاریم. این تو این برنامه هست. یک صندلی کوچولویی هم اختیار دارید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. مرسی. گفتید که یکی از تمرین ها اینه که تجربیات تلخ رو بهش فکر میکنید، گریهتون میگیره. خیلی گریه میکنید، یه وضعی گریه میکنن، یعنی از این 33 سال 30 سالش رو گریه کردن. گوش تو خورش نباشه گریه میکنن، که سر صحنه کسی بلند حرف بزنه داد بزنه سرشون گریه میکنن.
تو تمرین بازیگری گریه میکنن، آدرس گم میکنن گریه میکنن، خیلی گریه میکنید. نه این که میگین سر صحنه خیلی ظرفیتم بالاست، واقعا ظرفیتم خیلی بالاست. ولی یک بار یک اتفاقی افتاد، حتما اون به گوشتون رسیده. تموم شد کار سر نونخه، آقای مصطفی تنوبنده گفتم فلانی خسته نباشی، فلانی خسته نباشی، فقط سه چهار تا دختر بودیم که اون سکانس مال ما بود، منو نگفتن. بعد من به پهنای صورت اشک ریختم، گفتم خب منم خستم، خب منم کار کردم. آن در این حد. آره بعد نمیدونم اون لحظه انگار خب آقای مصطفی تنوبنده یک چجوری بگم بمب انرژی کار ما بودن. و تایید ایشونو انگار لازم داشتم، دوست داشتم. اون خسته نباشیده، واقعا انگار خستگی از تن آدم در میره. و رفتم گفتم من خسته نباشم، میدونی گلو گلو میگو چشمات اندازی بشقاب شده هر کدوم. خسته نباشی بابا اینطوری. خیلی هم خوب. آره الان خسته نشدین؟ هر وقت خسته شدین بگی. نه خواهش میکنم، نه کلن ظرفیتم خیلی بالاست ولی دلم نازک هست. آره تا اینجای گفتگومون خسته نباشین. قربون شما برم. گفتم گریه زیاد میکنید، گریه گریه گریه. یه شعر از تیکه از شعر لنگستن هیوز اومد تو ذهنم. این اشکهای شور از کجا می آید مادر؟ من آب دریاها را گریه می کنم آقا. یاد این تیکه افتادم مدام تو ذهنم. آشپزیتون خیلی خوبه، خیلی خوبه. و بعد ازتون که وقتی شام میخورن یا نهار میخورن ازتون که تعریف میکنن باز شما گریه میکنین. نه اینا مال خوشحالی آدم میتونه اصلا از اونوری هم باشه دیگه. و دستخط بسیار خوبی دارید. دوره دیدید خواهش میکنم. یا و نقاشی هم نقاشی در حد حرفه این بر دل خودم مینویسم، نقاشی میکنم. چقدر عالی. دلتون تنگ شده که برگردید بندر عباس؟ من بندر عباس رو خیلی دوست دارم واقعا، چون اونجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم. و آره دلم تنگ میشه، خیلی دلم تنگ میشه. یعنی اون هوا، اون شرجی، یعنی اون از پله های هواپیما که میخوام بیام یعنی این چیزی که میگم شاید مطبوع و خوشایند نباشه برای شما، یک باد گرم، یک شرجی وحشتناک، ولی من دوست دارم اون حال و هوا رو. این ماجرای حالا سختی هایی که مردم جنوب سالهاست دارن راجع به آلودگی هوا، گرد و غبار، اینا همچنان وجود داره نه؟ بندر عباس نه، بیشتر اهواز. آره. خیلی هم خوب. کار بعدیتون چیه؟ مشخص شده؟ سریال، سینماست؟ کار بعدی ولی یه قرارداد بستم برای یک نمایش خانگیه، اما یک مشکلی پیش اومده توی کار، حالا قراره که حل بشه، یعنی من باید برم مجدداً قرارداد ببندم. بازم کار طنزه؟ نه، کار جدیه. آره کار طنز جناب مدیری به نظر من کار هر کسی نیست. شما استادی چون واقعا جدی میگم، چون نونخه رو کار کردین میپرسم. یعنی علاقه خاصی به کار کمدی داشتین یا ترجیحی دارین بین کار جدی و... بله ترجیح دارم، من کار جدی رو ترجیح میدم چون کمدی رو بلدش نیستم. خندوندن خیلی سخته. شیرین بودن، جذاب بودن، درست طناز بودن. شما استاد خیلی سخته واقعا. آره خب یعنی فرمولای خودشو داره در واقع. من همینطوری با دوستام، خب همه دوستام میگن مثلا تو هستی فضا شاده، میخندیم، اینجوری هستم، ولی کار خب خیلی فرق داره. نیستم. چیزی هست که نپرسیده باشم بخواین در اینجا بگید که شنیده بشه راجع به هر چیزی؟ دو سه تا مطلب دارم. حتماً. اگه آره با اجازه شما. یکیش راجع به فضای مجازی بود. من این اون موقع نتونستم بهتون بگم.
خیلی ها ابراز لطف کردن به من، واقعا صفحه منو دنبال کردن. بله. اما یک اتفاقی این وسط افتاد و من مجبور شدم بستگانم و دوستانم و از صفحه پاک کنم، یعنی آنفالوشون کنم. چرا؟ چون ایجاد مزاحمت میکردن بعضی از مردم برای کسایی که من دنبال میکردم. و این باعث ناراحتی شد. یکی از چیزایی که واقعا دل منو شکست این بود، خیلی از دوستامو از دست دادم، خیلی از بستگانو انگاری که از دست دادم، ناراحت شدن. یکیشم من از سیاست هیچی نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی یه چیزایی اذیتم میکنه که نمیدونم الان تأثیری داره بگم یا نه. حتما. ولی همیشه به این فکر میکنم، به اندازه ی عقل ناقص خودم میگم چرا یک پدر هنوز چرا وجود داره، یک پدری که نمیتونه حداقل ماهی یک بار 4 تا پیتزا بخره ببره خونه. بله. چرا دختر پسرای مثلا هم سن و سال من لذت قدم زدن و خرید کردن از یک پاساژو نچشیدن؟ به خاطر مسائل اقتصادی. به خاطر مسائل اقتصادی. چرا باید وجود داشته باشه کسی که مثال کوچکترین مثالش اینه که نتونه 2 تا میوه رو همزمان بخره ببره خونه؟ من میگم که میگم من هیچی نمیدونم، نمیدونم باید به کی گفته بشه دقیقاً این صحبت ها، ولی این برنامه برنامه پربیننده ایه و قطعا کسایی که باید ببینن میبینن. میگم یک چاره ای، مگر نه اینکه ما کشور غنی هستیم، مگر غیر از اینه یک چاره ای که ما دیگه حداقلش اینه که زباله گرد نداشته باشیم، کسی که بخواد خودش رو سیر کنه از پسمانده های زباله دیگران. درست. یک اتفاق خوب و همیشه دعا میکنم، آرزو میکنم، همه دعا میکنیم، همه امیدواریم که یک روز این چیزها رو نبینیم. من هم، یعنی همه ما تا اونجا که میتونیم، شما اینطوری میگین، من به یک زبان دیگه میگم، هر کسی هر اگر صداش به جایی میرسه میگیم، اما خب هنوز این مسائل وجود داره. بله. چون میگن قدیمی ها میگفتن دنیا 2 روزه. بله. من خودم به شخص متوجه نمیشدم، گفتم مثلا الان من 20 سالمه، چقدر مونده. ولی یک اتفاقی میفته که واقعا ممکنه 2 روزه همه چیز. بله. بله. مثل این ویروسی که اومد. بله. و انگار ترمز دستی همه دنیا رو کشید. یهو به یک سکون و سکوتی رسید کل دنیا. سکون و سکوت خیلی خوبه، لذت بخش، آرامش بخش، ولی یک سکون و سکوت مرگباری. بله. وحشتناکی. بله. انگار اومد، انگار یک ویروس اومد یقه آدمو گرفت، گفت کجا داری میری؟ مثلا به چرا انقدر میتازی مینازی؟ همه دنیا متوقف شد. بله. کاملا درست. بسیار هم عالی، بسیار عالی. و سوال آخر دور همی، احساس خوشبختی دارین؟ بله، من در طلایی ترین نقطه زندگیم قرار دارم، چون پدر و مادرم رو دارم، برادرم رو دارم، دارم تلاشم رو میکنم. خیلی هم برسم. خیلی عالی. آره، خدا رو شکر. خیلی عالی. خیلی ممنون که امشب دعوت ما رو پذیرفتین. شما تست گرفتین از من؟ خواهش میکنم. تست بازیگری. تست بازیگری. آره. چرا؟ گریه نکنی. نه. یادم رفت. اشتباه کردم. معذرت میخوام. جوونی کردم. خامی کردم. دو بار از شما تست میگیرم. بله، خواهش میکنم. به خاطر این فراموشی. این اصلا چرا گوی این میز؟ چرا گوی این میز اصلا؟ جان. مثلا فکر کنید که رفتین یه جا نهار بخورین در یک رستورانی. این میز همطور به شما نگاه میکنه از یه میز دیگه. معذب میشین. این میز
یه آدمه. آها یه آدمه، فکر خود میزه فکر نه؟ آره. این میز؟ آها. چون گوی به نظرم براتون چیز شد. من یادم رفت اینا باید با... این همون گویه رو ببین. گویه بهتره. بفرمایید. کاشونم داره من نگاه میکنه، شما دارین غذا میخورین اون نگاه میکنه، اصلا معذب میشین بعد میخواین بهش حالی کنین که یعنی آدم باش. آره بخورم غذامو؟ نه حالا هر جوری که. پیتزا رو با قاشق چنگال پیتزاست پیتزا خورش داشت. آها خورش. این تیکم که برداشتن گوشته بود. آره داشت میلرزید گوشته. بله بله ببخشید بفرمایید مزاحم شدم. خیلی هم عالی، خیلی موجز و کوتاه و تکلیف یارو با خودش و شما و همه روشن شد. خیلی هم عالی، خیلی ممنون. چیزی یادم نرفته؟ بگید اگه یادم رفته. کس کسی پرسیدم از شما نپرسیدم. نه واقعا خیلی خیلی هم عالی. خیلی ممنونم. خیلی به نظرم مهربان و بی ادعا بودن با اینکه درخشیدن در سریال نونخه، ولی همین که میگن پایه های کار رو شروع میکنم و مشغولم و تجربه میکنم، این به هر حال حرف درست و دوست داشتنیه و نشون میده که با این میزان فروتنی و تواضع حتما به قله های درخشان خواهید رسید. امیدوارم همیشه با خانواده سلامت باشین، همه اتفاقای خوب براتون بیفته، چه در حرفه ما چه در زندگی، و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنونم. یه چرایی هم وجود داره که بیشتر به کار من و همکاران مربوط میشه. این قبلا فقط سوال ماها بود، اما حالا کم کم برای مخاطب ها هم سوال شده، اینکه چرا خارجی ها راحت تر از ما میخندن. چند وقت پیش یه جوانی جلو ما گرفت این سوالو پرسید، گفتم برو سوال سیاسی نپرس برو. گفت نه واقعا برام مهمه، من دارم همسر خارجی میگیرم، زن خارجی میگیرم، میخوام مطمئن بشم واقعا اینجوریان یا دارن به من میخندن. گفتم والا چی بگم، میخندن دیگه، بس که بی حیان. گفت آقا جدی میگم، راستشو بگی، جایی نمیگم شما گفتی. گفتم ببین من دقیقا نمیدونم، شاید برای اینه که دایره شوخی های اونها یکم بزرگتره. بخش مهمی از زندگی یک کمدین در خنداندن و به شوق آوردن مردم خلاصه میشه. یه جزیره ای هست سمت هاوایی، اینجوری میکنی همه میمیرن از خنده. من یه سر رفتم دیدم اکثر بچه ها اونجا بودن، هر کیو میدیدم آشنا در میومد. میدونید که آمار افسردگی در کمدین ها بالاست، معمولا تو سن بالا حتی ارتباط گرفتن باهاشون سخت میشه، سخت میان سر کار. اصلا یه چیزی بگم، میدونی چرا لبهای برنامه ریزان کارهای کمدی بعد یه مدت قنچه میشه؟ چون مدام دارن قربون اینا میرن پشت تلفن که بیارنشون سر فیلم برداری. میگه آره قربونت برم بیا، بله برای تو نهار جدا میگیریم، ساعت 3 ماشین میفرستم بیاد دنبال عزیزم، آ قربونش برم. اینجوریه. خواهش میکنم از عزیز دل آقای قاسم افشار یک ترک دیگه برای ما بخواند. قضاوتم نکن
که خیلی ساده میشم از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم، منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم ها، نظر که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. من از هوای تو پرم، خالیم از گلایه ها، من تو رو باور میکنم، تو هم به سمت من بیا، به پاس عشقم که شده باور بکن حرف منو، دوباره زنده کن برام حس روزای روشن رو، منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم از واژه ها، تبر نساز زخم نزن رو بدم، منو قضاوتم نکن تا دلوره جون نگیره، وقتی که رد پای تو از توی قلبم نمیره. که با گذشته ها منو قضاوت میکنن، وقتی به عشق من و تو همه حسادت میکنن، عشق تو از دلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه همو، این عشق و حرفای منه، منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم از واژه ها، تبر نساز زخم نزن رو بدنم، منو قضاوتم نکن یه کوبش پشت سرم، اگه تو باورم کنی از این سیاهی میگذرم، یه کوه باش پشت سرم. متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی صدای شما زیباست. خیلی. امیدوارم که دوباره برگردین با قدرت و صحنه ها رو تسخیر کنید. خیلی ممنونم. مرسی. خیلی ممنونم. متشکرم. میکروفون رو ازتون بگیرم؟ بردم. خیلی ممنونم. دستتون الکل بزنید. 70 سال آلومینیوم روشه. خیلی ممنونم. اصلا ترسیدم 70 روز آلومینیومه. کامنت ها رو بخونم. چه گرفتاری شدیم به خدا. حالا حتما بعد می اومدی بالا، هیچی هم جواب ندی، فقط میخواستی ما رو اینجوری کنی. چجوری دلتون میاد با پراید 90 میلیونی مسافر کشی کنید؟ باید فقط دیپلمات باش جابجا کنید. خرما شده کیلوی 40,000 تومان. به نظرتون وقتش نرسیده که اموات برای ما فاتحه بخونن؟ مدیری، گفتی میخوای تغییر و تحول اساسی تو برنامه بدی. تغییر اساسیت این بوده که یکی از پلاتوها رو میشینی میگی. این تغییره؟ یکم دیگه مونده. تغییر اساسی میکنه دوره هم. یه انقدر دیگه صبر کنید. هنوز معتقدم که فقط یک جور پراید 90 میلیون میارزه، که وقتی میخری 85 میلیون تو داشبوردش باشه.
راه حل علمی و ثابت شده یه مامانم برای درمان بیخوابی اینه. میگه بخواب مادر، خوابت میبره. از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز اینکه آرزو داشتم بزرگ شم. مدیری داشتم اسم و فامیل بازی میکردم، ویروس نوشته بودیم، یکی نوشته بود کرونا، اون یکی نوشته بود کووید 19. حالا 5 بدیم یا 10؟ از مزایای پراید که کمتر ماشینی داره اینه که اگر بابات تو خیابون تو رو تو ماشین طرف دید میگی اسنپ بود. یه خانمی آقا بفرمین. خانم بفرمین. شغل شما؟ من کارمند هستم. کارمندی؟ بله. شما خانم؟ من خانم اون آقایی هم که کروناه. آه شغلتون اینه اصلا. آها خانم شما. من هم یه چیزی بگم. من هم همسر اون خانم بودم که اینجا بودن. بح 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 بح. خب شما ایشون که 70 روز میمونن رو آلومینیوم چی کار میکنه؟ مجبورم. بمیرم. کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد. اثر مارکز. کارگردان فیلم طعم گیلاس. خانم رخشان من اعتماد؟ نه. تحمینه میلانی؟ چرا حتما باید خانم باشه کارگردان؟ گیلاس ظریفه به خاطر این خانم. گیلاس ظریفه به این دلیل. خب حتما باید یه خانم ساخته باشه. یعنی فیلم های آقایون مثلا میشه طعم هندوانه مثلا. چون درشتن و یوغورن و اینا. زنده‌یاد کیا رستمی. زنده‌یاد کیا رستمی. 7 دستگاه موسیقی ایرانی رو بگیر. 7 دستگاه موسیقی ایران. مثلا شور، ماهور، سگاه، چارگاه، راست پنجگاه، نوا، مثلا بیات ترک و کرد و نه بیات ترک و کرد، بیات ترک، بیات کرد، اصفهان، افشار، بله، بعد راست پنجگاه، سگاه، چارگاه، ماهور. نه ما 7 دستگاه موسیقی داریم، اینایی که عرض کردم. اینا میشن چیزای دیگه که یه ذره تخصصی تر. بوریا یعنی چی؟ بوریا یعنی چیه؟ اسفناج. بورا نه یه مدل هست. خانم شما تو خونه ماست و بوریا درست میکنین؟ بوریا یعنی بیا حسیر. بیا زبان ما میشه بیا. حسیری که از نی درست میکنن. خب ماست و حسیر میخورین خونه؟ اون بورانیه. نه تو زبان ما یه میگیم بیا، مثلا بوریا. بیا بوریا. کجایی هستین؟ ما لور هستیم. لور واقعا میشه بوریا؟ بله میشه بوریا. لکی میشه بوریا یعنی بیا. آها خب پس درست گفتم. خیلی خوب. فقط همسر اون آقایین. هیچی هم جواب نمیدی. فقط مردم رو بدبخ میکنین. آمدی یه ضرب المثل بگم. از کوزه همان برون تراوت که دروست. این که میگن نمیدونم. نه از من بپرسید. همون دیگه مال یک جاست، ایمان 1000 جا. یعنی همه میتونن دین داشته باشن و اینا مسائل مذهبیشون انجام، ولی به هر حال پول همه نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن. از تهمت زدن میاد درسته؟ رفت پیدا میکنه. بله
آه فقط ربطشو گفتی. میگن مثل اینکه میگن مال تو صفر بچسب همسایه تو دزد نکن. اون ضرب المثلش اینه که مال تو صفر بچسب همسایه تو دزد نکن. اون اونه. بله. اشکال نداره. از حافظ نوبهار است در آن کوشک خوشدل باشی بسی گل بدمد و تو در گل باشی. من نگویم که با که نشین و با چی بنو که با نش... کی... من نگویم که کنون چه با که نشین و چه بنوش که خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. در چمن هر ورقی دفتری است در چمن هر ورقی دفتری است اگر یادم رفت. وقتی به همسایتون ماسو بوریا میدین این میشه نتیجهش. چنگ به پرده گرزنی پند همی و از در زمانی کند سود که قابل باشی. حافظا خیلی ممنون. ببینید همین که تلاش میکنن و یه چیزایی به خدا حفظ. یه عده میگن که خب مثلا اینا یعنی چی توی فضای مجازی. میگم که به خدا قسم همین اندازه که اونجا یه چیزی حفظ میکنید میاید، یعنی اینکه با حافظ آشنا میشید، اینکه میتونید شعر بخونید، میتونید شعر حفظ کنید، میتونید فلان یا راجب اطلاعات عمومی، از همین جاها شروع میشه و خیلی چیزا درست میشه، خیلی بهتر میشه اوضاع. دارید شعر برامون؟ بفرمایید. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. بسیار عالی، خیلی هم عالی. خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ هر دو بهتر بودن، یعنی سعیشون رو کردن. بسیار عالی، مرسی، خیلی ممنون. از دوستان پشت صحنه خواهش میکنم بعد از اینکه امشب ضبط تموم شد زنگ بزنن آتش نشانی بیان اینجا رو. آره اصلا یعنی بکوبیم باید دوباره بسازیم. هم ایشون اومدن 70 روز رو آلومینیوم هم همسرشون. واه واه. و حرف آخر، گاهی ما فکر میکنیم پشت هر تصمیم و اتفاقی که میفته هزاران دلیل و چرا و غیره وجود داره، در حالی که قضیه خیلی ساده تر از این حرف هاست. چرا فکر میکنید همه چیز اینقدر رو حساب و کتابه؟ یه بار یکی به من گفت که چرا هنر ایران در دهه 60 بیشتر به کودک میپرداخت؟ آیا این گونه نیست که در بستر زمان کودکان قربانی نگرش صنعتی و تجاری سازی تولیدات شدند و گرد فراموشی به کار کودک پاشیده شد؟ گفتم نخیر، اصلا این گونه نیست. گفت پس چگونه است؟ گفتم این گونه است که یک زمانی تلویزیون بچه کوچیک داشتن و به هر مشکلی که با بچهشون برمیخوردن فردا طرح یک برنامه جدید رو مینوشتن، میگفتن اینو اجرا کنید. میگفت بچه من تن به مسواک زدن نمیده، یه عروسک به برنامه اضافه کنید به اسم مسواک کوچولو، یه برنامه باحال بسازید برای ساعت 5 که این یه 2 دقیقه بشینه ما یه چرتی بزنیم خسته ایم. بعد این بچه ها بزرگتر شدن، کارهای زیادی در رابطه با مبارزه با اعتیاد ساخته شد. هر کانالی میزدی یه معتاد داشت لب جوب از بین میرفت. الان دیگه حالا اکثر اون بچه ها ازدواج کردن، بنابراین دیگه تأثیری تو برنامه ها ندارن، خانم هاشونن که تعیین میکنن. تازه دیشب قسمت 300 یانگوم پخش شده، هنوز اشکامون خشک نشده، امروز قسمت اول امپراتور دریا پخش میشه. خیلی ممنون امشب اینقدر خوب و گرم کنار ما بودین.
امیدوارم همیشه خوب و سلامت باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر.